با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اعضای انجمن تصفیه خانه های نفت خام در شمال کشور از کم توجهی وزارت صنعت و تجارت مبنی بر حل مشکلاتشان شکایت دارند. مسئولان این انجمن می افزاید با آنکه نزدیک به 10 فابریکه پروسس نفت خام با سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی زمینی کار را برای حدود 3000 نفر در ولایت بلخ فراهم ساخته است، اما هنوز با مشکل کمبود برق، نبود زمین و بلند بودن مالیات مواجهند. در این مورد با مهمانم عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی که از اثر خط اسکایپ با ما وصل هستند بحث میکنیم. فرهنگ صاحب سلام، با برنامه خوش آمدید. باورها برای بود که حکومت حاکم در افغانستان توجه خاص داره به صنعت و صنعتگران، اما دیده میشه که این چنین هم نیست. فکر میکنین چرا؟ سلام، حضور مبارک شما و از طریق تلویزیون و از این شما تمام ملت بزرگ افغانستان سلام و احترامات تقدیم میکنم. البته موضوعی را که شما فرمودین که مالیات و یا مثال تکس ها، این مربوط وزارت تجارت نیست، باید مسائل اقتصادی یا تجارت تفکیک شود. ما اگر بگیم که وزارت تجارت تقصیر داره، نه، این تقصیر از وزارت تجارت نیست، این مربوط وزارت مالیه است و یک چتر عمومی که وجود داره در بطن دولت یا بطن امارت، او چی اقتصادی است، معاونت اقتصادی است که باید معاونت اقتصادی صحبت شد و تکسا وزارت مالیه کم بکنه. از قدیم الایام همیشه بین وزارت مالیه و وزارت تجارت در این اختلاف وجود داشته. وزارت تجارت همیشه حمایت کرده از تاجر و حامی تجار بوده، اما تکسا یک چیزی است که از طرف وزارت مالیه و از طرف تیم دولت تثبیت میشه، او تکسا به اون شکل میباشه. یا مسئله زمین، شما فرمودین مسئله زمین یک مسئله است که شما بهتر میدانید که بسیار زمین ها در مزار شریف به شکل بیروی و اشخاص و افراد داده شد و ممکن او مکانیزم یا برنامه که به خاطر شهرک های صنعتی، بالاخره شهرک صنعتی نفت و گاز یک شهرک مجزا است از دیگر شهرک های صنعتی، چون آلایندگی داره، هوا را آلوده میکنه، تصفیهش باید به شکل استاندارد باشه، فیلترهای زی از خود باشه که مردم عذاب نکنه و نزدیک مناطق مسکونی نباشه و خود آلایندگی زی یا بنزن زی سرطان بعضیاش تولید میکنه و مشکلات عظیمی در فضا ایجاد میکنه. به او خاطر این مسائل باید دور باشه. به او خاطر وزارت تجارت یا برنامه ریزی با تجار ملی کشور و انجمن محترم بخش مواد نفتی باید گمانگیز صورت بگیره که در مناطقی که دور از شهرها باشه، اونجا برای مناطق مسائل نفتی جای داده میشه که اونجا مثال مناطق مسکونی نباشه. این یک مسئله تخصصی و کارشناسی است، باید هر دو طرف و حامی تجار ملی کشور و تجار کشور همیشه وزارت تجارت بوده و انسداد یا مشکلی که ایجاد کرده و مسائل گمرکی است. گمرکی هم باز دوباره اگر ما سر وزارت مالیه بحث کنیم، وزارت مالیه می کار نمیتونه، باید خود شورای وزیران تصویب بکنه. مالیه یک کار ملی است در کشور و باید شورای وزیران تصویب بکنه، تکس ها را کم کنه و وزارت تجارت اگر ما تقصیر بکنیم، وزارت تجارت این مسئله تقصیر نداره. از قدیم الایام همی مشکلات بوده که ما همه چیز بالا وزارت تجارت انداختیم. وزارت تجارت یک وزارت پالیسی ساز است، یک وزارت پالیسی می سازه، تشویق میکنه، حمایت میکنه در سرمایه گذاری، اما وزارتی که مثال تکس کم بکنه، مالیات کم کنه، گمرکی را کم کنه، این وظایف وزارت مالیه نیست. درست، ولی در بخش دیگر که من اشاره کردم آقای فرهنگ، مثلا در قسمت زمین، در قسمت برق، وعده های شده، مثلا نشست هایی که صورت گرفته، مقام های حکومتی وعده دادن ما زمین میتیم به صنعتکار، ما برق میتیم، برق مورد نیازشان را تأمین میکنیم، ولی میبینیم که در حد شهر باقی مانده. خب مسئله اساسی است که شما بهتر میدانید که زمستان است، کمبودی برق در سراسر افغانستان احساس میشه. این کمبودی برق تنها باید حقایق آدم نگرش حقیقی داشته باشه. کمبودی برق در سراسر افغانستان احساس میکنیم. الان برنامه‌ای که یاد دارن به خاطر برق آفتابی چندین سرمایه‌گذار خارجی را از طریق مؤسسات بین‌المللی تشویق شده که سرمایه‌گذاری بکنه. 30 مگاوات در شهرک صنعتی کابل است، مقدار دیگه در مزار شریف و هرات و جلال‌آباد در نظر گرفته شده. اینی تشویقات صورت گرفته که وزارت تجارت در این مسئله پیشگام بوده. به او خاطر میشه که اینی مسئله چی شود. ممنون از شما آقای فرهنگ.